در افق نگاه ما سایه سجده های تو کاش به خانه ام برد، قافله دعای تو در همه جا، سرح تو در همه جا، سیاد تو بر دل ماست، خوب من این همه جای پای تو. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما امیران عزیز و ارجمندم، بینندگان تلویزیون ایران فردا. آقای امیر درخشان برنامه رو هدایت میکنه، از او صمیمانه سپاسگزارم از مهر و محبت های شما به همین ترتیب. اما در برنامه امروز اجازه بدید که بریم به سراغ آقای عباس شیر محمدی، عکاس سیاسی در ایالات متحده آمریکا. میدونم که امروز در دانشگاه هاروارد. درود بر شما آقای شیر محمدی عزیز. درود بر شما و شنوندگان و بینندگان عزیزتون در همه جای دنیا. حال شما چطوره؟ در چه زلی از دانشگاه هستید؟ چه اتاقی؟ ما توی میری کانفرنس روم هستیم، برای عکس برداری دانشجویان دانشکده حقوق. دانشکده حقوق؟ نزدیک 250 نفر هست. سلام، خب آقای شیر محمدی عزیز، انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده آمریکا نگاه می‌کردم، به بنگاه‌های نظرسنجی از جمله زگبی، بنگاه نظرسنجی رسموسن، بنگاه نظرسنجی گالوب، و دیدم که مجموعه نظرسنجی‌هایی که در آمریکا صورت گرفته از مردم نشون میده که اونها سخت از دستگاه‌های قانون‌گذاری و نمایندگان مجلس ناراضی‌اند. هیچ وقت قرارم نارضایی تا این حد و اندازه نبوده، و همینطور از سیاست‌های پرزیدنت اوباما. الان آخرین نظرسنجی گالوب روی 54-41 بود، 54% دیسپرووال، یعنی کسانی که راضی نیستن از سیاست‌های کاخ سفید. جالبه، باز یه نظرسنجی دیگری صورت گرفت بود، از مردم آمریکا پرسیدن که عمده‌ترین مشکل در این مملکت چیست. به ترتیب فهرست شده بود، به ترتیب آوردن رأی. نخست اقتصاد بود، اما دوم نارضایی از دولت بود. خیلی جالب، اول اقتصاد، نارضایی از دولت. و با اینکه داعش این همه سر و صدا در دنیا ایجاد کرده، چند حادثه تروریستی در خود آمریکا بوده، یکی در نیویورک بوده، عاملی که به هر حال به شکلی وابستگی داشته به گروه داعش یا علاقه داشته به گروه داعش به پیوند، همینطور در کانادا در موزه یادگارهای جنگ که در اونجا شخصیتی که علاقه داشته به داعش به پیوند تازه مسلمان شده هم بوده. به هر حال میبینیم که داعش اون تها قرار داد تو این فهرست، یعنی هنوزشون میده که به حد کافی زنگ خطر رو در آمریکا به صدا در نیاورده. داعش و خطرات ناشی از یک گروه تروریستی که واقعا شروع کردن به خاک برداری و آرامش و امنیت رو از کل خاورمیانه گرفتن. خب آقای شیر محمدی عزیز، فکر میکنید این دوره بعد این دستگاه قانونگذاری، مجلس نمایندگان، همینطور سنا به چی تعلق، به کدام حزب تعلق میگیره؟ والا اگر من این جواب میدونستم جناب نبودی الان میرفتم بلیت لاتاری میخرم. حالا دلیلش هم بهتون میگم. برای اینکه حتی با نزدیک دوستام که در سنا و کنگره دارن کار میکنن، من دیروز نزدیک یک ساعت داشتم صحبت میکردم، هیچ کس نمیده. کنتاکی، کانزاس و حتی نیویورک، اینا در مرحله بسیار حساسی هستن که ممکنه تاساب بشه، ممکنه به هر طرفی بره. اگر کنتاکی بره طرف دموکرات ها، واقعا یک ضربه بسیار بسیار بزرگی به ریپابلیکن ها خورده، به خاطر سناتور میچ مکانل که منارتی لیدر هست، رهبر اقلیت هست، بسیار سناتور با نفوذیه، و اگر ایشون برنامه‌اش از این کارش از دست بده خیلی ضرر می‌کنه. ولی متاسفانه یه نکته خیلی قشنگی را شما گفتید که ببینید سیاست آمریکا برعکس شاید بتونم بگم انگلیس، فرانسه و کشورهایی که صدها سال در سیاست سابقه دارن، سیاست آمریکا روزانه است متاسفانه. یعنی الان یه اتفاق میفته، همه هجوم میارن که درستش بکنن یا نگذارن بعدن بشه، که اونم معمولا نشون داده شده در کارهایی که انجام میدن اشتباه میکنن، مثل حمله هایی که به خاورمیانه شد، برنامه های اونجا. الان متاسفانه دیگه کاخ سفید و کنگره فقط نیست، دو قطبی نیست، الان کاملا سه قطبی شده. یعنی
کنگره هست، کاخ سفید هست و کنگره تشکیل شده از دو حزبی که اینا با هم مخالف هستن، یعنی مثلث سه‌ضلعی به وجود اومده که همشون دارن با هم می‌جنگن. درسته که محبوبیت آقای اوباما اومده پایین، کاملا درسته، تمام آمارگیری ها نشون میده، ولی در نظر بگیرید که ایشون از روز اولی که اومد اونجا نزدیک 250 تا از لایه هایی که میخواست کار بکنه، حالا چه هلتر بود یا چه چیزهای دیگه حتی کوچیک بود، تمام با مخالفت شدید ریپابلیکن ها مواجه شد و خیلی هاش اصلا نتونست وارد کنگره بشه، چون اینا اول که میخوان یه لایه معرفی بکنن باید بره توی ساب کمیتی، بعد بره توی کمیتی، بعد از اونجا بره توی خود بادی سنا یا کنگره که تصویب بکنن. اینا حتی اجازه یعنی همون اومدن داخل ساب کمیتیش هم رو بلاک میکنن، ازش جلوگیری میکنن. کمیسیونای فرعی مجلس اینا اصلا بلاک میکنن که نیاد داخل بشه. بنابراین واقعا آقای اوباما من خیلی راه خب متاسفانه میتونم بگم و خودشون اعلام میکنن دستاش کاملا به اینقدر متاسفانه بود و ملی بود، نتونستن باش مخالفت بکنن و میدونستن که اگر مخالفت کنن سالها از دست میدن سنا را ریپابلیکن و داعش هم که شما فرمودید یا گروه های تندرو، حالا یا میتونیم اسمشو بذاریم تروریستی یا قاتل یا هر چی میتونیم اسمشو بذاریم، اینا در چه زمانی میتونن قدرت بگیرن؟ در صورتی که در زمانی که مردم ناراضی باشن. و الان وضع اقتصادی آمریکا بعد از اون جریان های خونه ها، بعد از جریان وام ها، واقعا مردم زیر فشار هستن، خیلی زیر فشار هستن و خب طبیعتا افرادی هستن در این مجموعه که اینا رضایتی خودشونو به سبک دیگری نشون میدن. بیان متوجهم. آقای شیر محمدی، بعد از این ظهور داعش و بعد از اتفاقاتی که افتاده، الان ضریب امنیتی در واشنگتن بالا رفته یا نه تغییری نکرد؟ بدجور شما باور نمی کنید. اصلا من کمتر دیدم که چقدر، و یه حالت خیلی گمنامی هم هست، یعنی هم برای اونا گمنامه هم برای مردم. ببینید شما زمانی بود جامعه بودی که من باور کنید با ماشین خودم سال 81-82 با ماشین خودم میرفتم تا پله های درست اون پله هایی که سناتورا پا میذارن میرن داخل سنا میشن، میرفتیم اونجا ساعت 1-2 بعد از نصف شب پارک میکردیم، با پلیس کردیم، خیلی از عکس های شب که گرفتم مال اون موقع است و اصلا هیچ نوع رستریکشنی نبود، هیچ نوع احساس خطری نبود. الان شما دو سه بلاک قبل از اینکه وارد هر منطقه حساسی مخصوصا کنگره و وایت هاوس بشید بستن، اتومبیلا چک میشه، تازه با وجود همه این مسائل کارت اختصاصی داشته باشید، کارت ورود داشته باشید، باز درست با شما مثل یه غریبه‌ای که اصلا نمیشناسن و به شما شهردارانه رفتار میکنن و این برای خودشون هم ایجاد مسئولیت کرده، برای خودشون هم مشکل هست. من سالهای پیش یادم میاد یکی از مامورای امنیتی شخصی رونالد ریگان سیکرت سرویس این به من میگفت عباس ما وقتی که تو رو مثلا تو و یک کسای دیگر رو میبینیم که قیافه برای ما آشنا هست، ما یک دونه مسئولیت کمتر پیدا میکنیم، یک دونه نگرانی کمتر پیدا میکنیم، برای اینکه خب قیافه آشنا میدیدن، اعتماد داشتن. الان دیگه اصلا این مسائل وجود نداره. همینا تصویر و صدا چندان متاسفانه کیفیتش خوب نیست، برای خاطری که آقای شیر محمدی الان در دانشگاه و از طریق لپتاپ داره با ما گفتگو میکنه. اجازه که از بازار موسیقی عبور کنیم، برگردیم سعی میکنیم ارتباط تلفنی و گفتگومون رو با ایشون دنبال بکنیم. عکاس سیاسی، کنتراکتور کاخ سفید، چه از رؤسای جمهور متعدد در آمریکا عکس گرفته، با اونا دیدار داشته، به ویژه دیگه شیفته و گشت مرده آقای کلینتون رو برمیگرده. خانم همیانه، ارتباط تصویری سمدان مطلوب نبود، کیفیت هم صدا هم تصویر، به خاطری که آقای شیر محمدی امروز در دانشگاه است، دانشگاه هاروارد. اجازه بدید که از طریق تلفن گفتگومون رو پی بگیریم. گفتگو جالبی است درباره اوضاع ایالات متحده آمریکا و الان ضریب امنیتی هم که در شهر واشنگتن بالا رفته. الان مثلا برای خود شما
بعضیتون با گذشته فرق کرده از در رفت آمد و اینها؟ والا ببینید، چون من خب من وقتی که کار عکاسی داشته باشم، آسایمنت داشته باشم، وقتش مشخصه، محلش مشخصه و اون شخصی که کانتکت پرسن من هست، شخص مورد ارتباط من در اون محل مشخص هست، نه. ولی باز هم اون آزادی که شما قبلا داشتید رو واقعا ندارید. الان مثلا قبلا وقتی ما در یه محلی میرفتیم که رئیس جمهور بود یا معاونش بود، 48 ساعت قبل اسما داده میشد، چک میشد و وارد که میشدیم همون اول برنامه یه دونه دکمه مخصوص به ما میدادن، میدادن روی کتشلوارتون که این دکمه یا نمیتونم بگم چه دکمه هست، ولی اون اجازه میداد که شما حتی تا 10 سانتی رئیس جمهور هم برید دیگه کسی با تون کاری نداشت، شما کلیر شده بودید. الان مثلا من سه هفته پیش برنامه بود که رفتم، تا اون لحظه آخری که جای شما مشخص نشده اصلا اونو از جیبشون در نمیارن به شما بدن. یعنی اینقدر همه چیز کنترل شده. آقای شیر محمدی، بعد از ماجرای 11 سپتامبر خب واقعا رویه آمریکا دگرگون شد، هنوز هم ادامه داره. بعد از پدید آمدن داعش و بعد این اتفاقاتی که اخیراً افتاد، هم در خود واشنگتن تلاش تا به حال 3 نفر برای اینکه وارد کاخ سفید بشن و هم این عملیات تروریستی با تبر در نیویورک، دوباره روی آمریکا رو دگرگون کرده نیست؟ ببینید متاسفانه دقیقاً همین که می‌فرمایید درسته. اینا وقتی که با یک عمل، یعنی ماموران امنیتی وقتی با یک عمل مواجه شده قرار میگیرن، تمام نیروهاشون رو، تمام انرژیشون رو استفاده میکنن که یا خونساش بکنن یا اون عمل دیگه انجام شده و حالا ببینن چرا اینجوری شد. متاسفانه قبل از 11 سپتامبر که اون واقع پیش اومد، هماهنگی کامل بین ادارجات امنیتی آمریکا مثل CIA و NSA و FBI نبود. اینا اصلا یه جوری با هم رقابت میکردن. الان با وجود به وجود اومدن هوملند سکیوریتی، اون به قول معروف سازمان امنیت ملی آمریکا، اینها کاملا باید با هم هماهنگ باشن، باید سینک باشن، باید کاملا با هم هماهنگ باشن. و خب خیلی مسائل رو آسان‌تر کرده. ولی باز هم ببینید جناب بودی، شما وقتی با یک انسانی روبرو میشید که این از مرگ نمیترسه، از کشته شدن نمیترسه، و شما هر چقدر هم دستگاه‌های امنیتیتون قوی باشه، مغز یک نفر رو نمیشه خون که ایشون الان میخواد در 5 دقیقه آینده چیکار بکنه. میتونه حتی با یک شیشه در یه جمعی بره و شروع کنه گردن مردم رو زدن. مثلا فقط بمب یا هفت‌تیر یا اسلحه گرم نیست، مسئله اون شناخت روانی هستش که این اطراف باش درگیر هستن و اون نتورک هایی هستش که اینها رو کاملا تحت نفوذ داره. حالا میتونه داعش باشه، حتی میتونه در خود آمریکا باشه. شما ایریان نیشن دیدید در اوکلاهاما چه کار کرد؟ اینا خودشون 100% آمریکایی بودن، یعنی رد بلادد امریکن. درست. ولی اون شستشوی مغزی که قرار میگیرن، اونا من نمیدونم چجوری یک دولتی یا چجوری یک سازمان قبل از این که اتفاق بیفته جلوگیری بکنه. خب حالا با توجه به اینکه باز روی آمریکا دگرگون شد و ترس و وحشت مردم رو گرفته و بعد دیدم باز در نظر سنجی هایی که اخیراً صورت گرفته بود، بسیاری از مردم آمریکا معتقدند که حزب جمهوری خواه در تامین امنیت برای اونها از اولویت برخوردار، یعنی معتقدند حزب جمهوری خواه اگر بر سر کار باشه میزان ضریب امنیت در آمریکا میره بالا. خب فکر نمی‌کنید جمعاً همه اینا به سود جمهوری خواهان تمام بشه در انتخابات میان دور؟ 100% این مسئله یک پوان مثبتی برای ریپابلیکن ها اگر حضورتون باشه. مثلا آقای جان مکین 7-8 ماه قبل از اینکه اصلا اتفاقی در سوریه بیفته، یعنی چیز بشه، جریان جدی بشه، هی اصرار داشت که حمله بشه و اصرار داشت که اصلا اونجا کنترل بشه. شاید هم اگر میشد الان این مسئله پیش نمیومد. ولی یک نکته رو در نظر داشته باشید که مردم آمریکا خسته شدن از جنگ، واقعا از جنگ خسته شدن، واقعا از دلخوره خسته شدن. و ریپابلیکن ها خب بسیار موضعشون قوی تر هست در مورد مسائل نظامی، مسائل امنیتی که مقابله بکنن فورا با یک اتفاقی که میفته
اکثر نیروهای امنیتی ریپابلیکن هستن، یعنی از نظر رأی دادن و از نظر باوراشون ریپابلیکن هستن. یعنی من کمتر دیدم سازمان‌های امنیتی خیلی شدید که دموکرات باشن. ولی با توجه به همه مسائل باید در نظر بگیریم که سیستم اداری و سیستم واقعا گاورن آمریکا این نیست که با کشته شدن یکی دو نفر یا اتفاق مثلا لحظه‌ای که اینا همه لحظه‌ای هست در تاریخ به طور کلی سیستم اجرایی آمریکا به هم بخوره. حتی دیدی شما زمانی که کندی کشته شد 14 ساعت بعد جانسون قسم خورد همه چیز ادامه پیدا کرد، یا حتی موقعی که تیر به رگان زدن که ما من نمیدونم داستان برای شما خدمتتون عرض کردم، یعنی ما تو همون هتلی بودیم که ایشون تیر خورد، من اونجا با اون شخصی که اون موقع من براش کار میکردم عکس پانوراما گرفتیم، در همون جلسه ایشون رفت و درا رو بستن، یک دفعه دیدیم درا بسته شد، هیچ کس نمیدونست چی میشه. تا یک ساعت 40 دقیقه بعد ما اونجا همه محبوب اصلا حتی اجازه کسی که بره به دستشویی نداشت، و بعد فهمیدیم کم کم که پرزیدنت تیر خورد. عجب، یعنی در اون روز شما در اون لحظه اونجا بودید، در هتلی بودید که رونالد ریگان هدف قرار گرفت؟ بله، من توی باروم هیلتون بودم. بله، من توی باروم واشنگتن هیلتون بودم. چیز کنفرانس مال چیز بود، اینشورنس اینداستری بود که ایشون رفت براشون نهار صحبت بکنه و این اتفاق افتاد. و اصلا میگم هیچ چیزی به هم نخورد. سیستم دولت داشت برنامه خودش اجرا میکرد، سیستم اداری آمریکا داشت اجرا میشد. و این شاید یکی از خوبی هاش باشه واقعا که با رفتن یا یک چیز آنی، یک ضربه آنی، اینا همه چیزشون مختل نشه. ولی همزمان میبینید که اگر شما مثلا وال استریت یه دفعه کراش بکنه، اون واقعا میتونه سیستم اقتصادی و تمام اداری آمریکا رو به هم بزنه. کاملا درست، کاملا درست. یکی از اتفاقات جالبی که در تاریخ آمریکا، تاریخ معاصر آمریکا افتاده، این درگیری پرزیدنت بوش بود با آقای الگور بر سر انتخابات. این دوتا هم به هم رقیب بودن. این شما در جریانی ماجرا بودید، قضیه از چه قرار؟ ببینید جامعه بودی، من فکر نکنم همین رقیبی برای کلینتون اومده باشه. اینو واقعا میگم، قلبم میگم. خب موقعی که چون کلینتون حتی با مسئله مونیکا لوینسکی با تمام اون برنامه ها محبوبیتش اصلا عجیب غریب بالا بود، و دوره دومش هم دیدین دیگه کشور خیلی قشنگ داشت جلو میرفت، اینها 100% میدونستن که الگور چانس خیلی خوبی داره برای انتخاب شدن و داشت خوبم جلو میرفت. مسئله مونیکا لوینسکی که پیش اومد، به محض این مسئله پیش اومد، اولین کاری که کردم این دو تا از هم جدا کردم، و کسی هم که اینا رو از هم جدا کرد هاورد آیکی بود که ایشون استراتژیست وایت هاوس بود. یعنی جدا کردن یعنی بین رئیس جمهور و معاونش، بین این دوتا جدایی انداختن. اینی دید که جدا کردن، الگور یک هفته بلند شد رفت هوایی، اصلا نبود تو باشگاه. و بعد کسی که همون شب فوری اومد تو کاخ سفید با خانمش و شب رو با اونا وقت گذروند، سعی کرد همه چیز رو همون لحظه خاموش بکنه. استاندار فعلی ویژینیا هست، تری مکالوف، دوست خیلی خوب من، و ایشون خیلی با کلینتون نزدیک بود و هست، و اینا فوری همه چیز رو آروم کرد. دورتی خانمش شبا با هیلری بود و چلسی با بچه های تری بودن، سعی کرد به قول معروف اون آتیش شعله اون آتیش اصلا بیرون نیاد. و فردا صبحش جسی جکسون رفت اونجا، اندرویان رفت توی کاخ سفید، و اینها سعی کردن همه رو به حالت هود نگه دارن اونجا که خیلی افتضاح بار نیاد. و بعد الگور زمانی که توی چیز بود، تمام توی هوایی بود، خانمش یه نامه خیلی بدی یا تلفن یا نامه بدی به کلری میفرسته که چرا جلوی اینا نگرفتی و اینا، و از اونجا تقریبا این شعله اختلاف شله اختلاف. خب بله، و بعد که اومدن باز الگور همه میخواستن به قول خودشون صورتاشون رو سیف کنن، سیف ده فیف، و جلوی میدیا بگن ما میتونیم با این مسئله آروم و راحت مواجه بشیم، ولی نشد. و
محبوبیت الگور به خاطر یکی این که به خاطر اینکه خودش خیلی زیاد از کافه سفید کشید کنار. مثلا که هیچ نوع اتچمنتی نداشته باشه و بعدم شما میدونید وقتی که بلندگو دست پرزیدنت هست یا اطرافیان پرزیدنت هست طبیعتاً معاون پرزیدنت خیلی خیلی کمتر میتونه موثر باشه در سخنرانی‌هاش در بازدیدهاش. درست. و این مثلا خیلی بهش لطمه خورد. با این حال الگور دوش و دوش بوش که از تگزاس اونم با تشویق سه نفر فقط چون میدونه شما زمانی که سه نفر رفتم تو اتاق بوش و گفتم که ما میخوایم شما بشید رئیس جمهور آینده ای آمریکا، ایشون اصلا تصمیم نداشت اون لحظه. و اون سه نفر یکیش خانم کاندلیسا رایس بود، یکیش کار رو بود که با جزوش دوست بود قبلا ولی قاطعانه بهش گفت که تصمیم گرفته شده شما باشه، و نفر سوم هیچ زمانی اسمش اعلام نشد. از اونجا این برنامه صورت گرفت. آقای الگور و بوش با هم رقابت کردن، رقابت خیلی بد بود، خیلی بد بود. سه هفته قبل از انتخابات من رفتم فورت وادربلو تو کنفرانس استانداران ریپابلیکن، ریپابلیکن گاورنر اسوسییشن، ما داشتیم عکس میگرفتیم و اون کنفرانس را جد بوش که اون موقع استاندار فلوریدا بود هست میکرد، مهموندار بود و یعنی برادر جورج بوش. بله بله. و باور کنید باور کنید من چون بودم تو اون جلساتشون به عنوان عکاس فقط این دوشه نشسته بودم، چیزایی که رد بودم میشد برای من خیلی ترسناک بود، برای من خیلی ترسناک صحبت هایی که زده میشد در مورد اینکه چه کار بکنیم که ببریم چجوری. و انصافا اگر بخوایم در مورد این مسئله صحبت بکنیم، واقعا رأی فلوریدا مال بوش بود، تقلب شد، خرابکاری شد، ولی آخر تعداد رأی مال بوش بود. خب بیا شاهد. خب بنابراین مجموعه ادعایی که بعدن الگور کرد واقعی نیست که من بیشترین آرا رو داشتم، درسته؟ بیشترین آرای کشور رو الگور رو بود، بیشترین تعداد رأی آمریکایی ها رو الگور بود، ولی الکترال کندیدیت ها رو رأی الکترال. بله درسته. بس فوق‌العاده است، جالبه. خب عنوان شاهد زنده آقای عباس شیر محمدی عزیز. خب آقای شیر محمدی، بعد از این ماجرا، بعد اعلام آرا، هیچ مکالمه‌ای بین الگور و پرزیدنت بوش صورت گرفت یا نه اون زمان؟ الگور از طرف خانمش خیلی بهش فشار اومد، بسیار بهش فشار میمد و این آخرش هم منجر به جدایشون شد و روابطشون از همونجا به هم خورد. خانمش کاملا مخالف بود که الگور به قول معروف کانسیل بکنه و بگه که من میرم کنار. و دو ماهی مسئله طول کشید، تقریبا داشت یه مقداری از نظر اجتماعی مشکل پیش میومد برای آمریکا، برای اینکه خب پرزیدنت نمیدونستن کی هست، باید روز 21 ژانویه باید ایناگوریشن بود، جشن انتخاب، جشن تعبیر ریاست جمهوری بود و کلینتون خودش رو کاملا کشید کنار، هیچ نوع نظریه ای نداد در این مورد، گفت من اینو کاملا میدمش به دستگاه قضایی و مجلس که تصمیم میگیرن راجبش. و اگر یادتون باشه زمانی که تمام نمایندگان سنا اینها باید رأی الکترا ووترا رو تصویب بکنن، با اینکه جورج بوش تمام رأی ها رو آورده بود، یعنی بالاترین رأی رو مدارت میخوام آورده بود، این باید از طریق سنا تصویب بشه. و اگر یک فقط یک سناتور مخالفت میکرد این برنامه دوباره میفت توی جریان دو سه ماهه‌ای که باید میرفتن توی کانال های مختلف و این مسئله رو حل میکردن. و اگر یادتون باشه چون رئیس سنا همیشه معاون رئیس جمهور است، ایشون خودش رفت پشت تریبون جایی که جاش هست ریاست سنا و هر سناتور دموکراتی که اومد صحبت بکنه در مورد این که من میخوام این رأی رو چالش بکنم و بازجویی بکنم، ایمیدیتلی آقای الگور گفت که شما اجازه ندهست. عجب. تک تک سناتورها رفتن و تک تک از الگور شنیدن که اجازه نداری و نشست و اصلا اجازه نداد که این مسئله یک قدم جلوتر بره از همون فقط درخواست صحبت. آقای شیر محمدی،
در دور اول ریاست جمهوری پرزیدنت اوباما وقتی که انتخابات برگزار شد، خب او اغلب میرفت این به این ایالت و به اون ایالت و از کاندیداهایی که مورد نظرش بود حمایت و پشتیبانی میکرد. اما در این دوره خبری از پرزیدنت اوباما نیست، یعنی هیچ کدوم از کاندیداها علاقه ندارن که او بیاد ازشون حمایت بکنه. این به خاطر نزول محبوبیتشه، پایین آمدن محبوبیته؟ دقیقا، و این چیزی که مدت‌ها اتفاق افتاده در تاریخ انتخاباتی آمریکا. اگه یادتون باشه دوره دوم بوش اصلا حتی یک دونه کمپین برای مکین نکرد، اصلا هیچ جا مکین بشه اصلا نمیخوام تو هیچ جا بیاد و نیمد. آها. و این نرماله، اگر محبوبیت پرزیدنت بالا باشه حد اکثر استفاده رو میکنن ازش، اگر محبوبیت پرزیدنت بالا نباشه اصلا در دایره واردش نمیکنن و این تصمیم از طرف حزب گرفته میشه، نه از طرف وایت هاوس یا کمپین طرف. خود حزب دموکرات یا حزب جمهوری خواه اینها استراتژی هایی که دارن و استراتژیست هایی که دارن، اونا میگن که نه ما اصلا نمیخوام اینا اینوالو بش بکنیم یا میخواد. و مثلا خب اوباما یه جایی که میره عکس میگیره معمولا بین 10 تا 20 هزار دلار مردم میرن باش عکس بگیرن. این پول خیلی زیادیه برای جمع کردن پول برای این حزب دموکرات. الان مثلا تقریبا شیفت یه جورایی شده روی میشل اوباما، مردم خیلی دلشون میخواد با میشل اوباما عکس بگیرن. عجب، یعنی با خود پرزیدنت اوباما دیگه چیزی را عجب. نه اینکه محبوبیت نداشته باشه، هر زمانی ببینید پرزیدنت و زمانی که توی اوال آفیس هست پرزیدنت قوی ترین کشور دنیا، ولی مردم دلشون میخواد یک ذره مثلا عکسایی هم که میگیرن با آدم های محبوب تر. الان جدوش من با یکی از دوستان صحبت میکردم میگفت که یه جورایی داره تقریبا میشه محبوب ترین آدم های ساو. عجب، جبوش. بله، از تگزاس تا مثلا فلوریدا و از اون بالا تا تنسی، میسیسیپی، میزوری، اینا همه ریپابلیکن هستن، آتلانتا. بله، خب جبوش به خاطر که خیلی کارنامه خوبی هم در دوره فرمانداریش در فلوریدا الان ازش به جاز، یعنی شخصیت خیلی فوق العاده قابل. و فکر میکنید که اگر او وارد میدان بشه در رقابت با هیلری کلینتون ممکنه شانس از هیلری بگیره یا نه؟ دقیقا میگیره؟ تنها کسی که ممکنه واقعا رقیب جدی باشه برای هیلری جب بوشن و هیچ کس دیگه. عجب، خیلی جالبه. به نظر شخصی من هست، حتی گاورنر کریستی از نیوجرسی هم اگر خیلی خیلی جلو بیاد فکر نکنم بیشتر از 35% باشه. هیلری یه تانک واقعا عظیمه، یک تانک قوی هستش و در مقابلش باید یه تانک خیلی قوی پولدار بسیار محکم داشته باشن که جبوش داره. این جبوش داره؟ بله بله، با جبوش هم مسئله مالی اصلا براش وجود نداره، برای اینکه کافی پدرش یا مادرش یا خودش یا خود پرزیدنت بوش 20 تا 25 تا فاندریزینگ براش بذارن راحت 600-700 میلیون دلار جمع کرد. هیچ براش مهمی و دارن و خودش هم آدم ثروتمندی هست. خودش در چندین کوپریشن چرمن آف بورد هست، خیلی از کمپانی ها خودش درصد خیلی بالای شراکت داره و اینا مسئله پول اصلا ندارن، اصلا مسئله پول ندارن. و حضورتون باشه که وقتی که الان 8 سال هستش که دموکرات ها روی سر کار هستن و سنام رو در دستشون دارن، یک سری آدم هایی که در ساوت آمریکا هستن، در جنوب آمریکا هستن به قول معروف، اینها واقعا حاضرن که خونهشون رو مورگیج کنن و بدن به کسی که قراره این دفعه ریپابلیکن بشه و سپورتش بکنه. خب تا همینجا رو داشته باشید، گفتگو رو دنبال میکنید، گفتگو جالب با آقای عباس شیر محمدی همیانن برنامه پس فردا رو حتما نگاه کنید. امیر جان، امیر درخشان، تشکر میکنم.